ما در روایات داریم، بعضی روایات دارد که ماه رجب ماه بزرگ خداست، یک موقعیت زمانی خوب داریم. در بعضی از روایات دارد ماه علی علیه السلام است، یعنی مظلوم. فرصت ندارم و الا من رابطه این دوتا رو قوی میگفتم که ماه بزرگ خدا با ماه علی یکیست. در روایت دارد به این که ماه رجب ماهیست که رحمت خدا زیاد ریزش میکند بر بندگان. در اون روایت از پیغمبر اکرم دارد که رجب رو عصب میگویند چون رحمت خدا زیاد ریزش بر بندگان. دارد خودتون رو در معرض این رحمت خدا قرار بدید. در ماه رجب زیاد استغفار کنید. در روایت دارد زیاد بگویید استغفر الله و اسأله. ای خدا این تاریکی ها رو از دل ما بر، این ظلمت ها کثافات. در یه روایت دارد که ماه رجب، این که گفته می شود رجب، این نام نهریست در بهشت که او شیرین تر از عسل است و سپید تر از شیر است. روایات بسیار ما راجع به ماه رجب داریم. یه موقعیت خوبیست میخواستم سفارش کنم دوستان، برید سراغ اونی که دل جلا میده. این دعاهاییست که وارد شده، بشینین تو خلوت بخونین. ای خدا ما رو اصلاح، خدا ما رو به سمت این دنیا نکش، ما رو از شیطان نجات بده. این دل ما چه مقدار باید تعلق به دنیا داشته باشد که خانه توس خالی از تو باش. این روایات رو نگاه کنید. من در باب ماه رجب وقتی ادعیه ماه رجب رو میبینم، میبینم یه خطی در تمام این دعاها که انه آمده نسبت به خصوص این ماه آمده، و اون است که این ماه ماهیست که خدا میخواد عنایت به بنده هاش بکنه. یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر السائلین. اولین دعایی که شروع میشه. دعای دوم میگه خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک. محرومن کسانی که روسوی غیر تو بیاور. یه خطوش هست و اینست که ماه ماهیست که خدا میخواد عنایت بکنه. این تعبیراتی هم که در روایات هست به این که ریزش می کند زیاد رحمت خدا در این ماه بر بندگانش، گویای همین معناست.